اسماعیل پسر آخوند کاظم شهید از چندول از مجاهدین سابق. کمان ساق کسایی بود که خلاف اسلام کار میکردن، میخواستن مردم از دین و دین اسلام دور کنن و مردم ما مجاهدین و مقابلشان خیستن، علیه از اونا مبارزه کردن، جهاد کردن و بالاخره کمانسا چی ظلمایی که نبود نکرد. خلاصه طفلای قنداقی هم زندان شد، هم شهید شد و به هر عنوان که نامش اسلام می بود فقط اینا زیر ظلم شکنجه می گرفتن. به می عنوان مجاهدین خیز بر علیه از اینا که اسلام پیروز شود و بالاخره هم پیروز شد. کمانسا کسایی بود که بالاخره اسلام رو نمی خواستن و چی ظلمایی که سر مسلمان ها میخواستن میکردن. از زندان اگه شروع کنیم که پدر ما زندان شد، در اول سه بار زندان شد، دو بارش که زودتر آزاد شد، دوره سومش که زندان شد در زندان ناخونای پدر ما کشیدن و به نامی که تو مجاهد هستی، اسلام مسلمان هستی، کلکایش شکستاندن، خود بسیار شکنجه های دادن که حالا در گفتنش بیخی برای ما مشکله که بگوییم که با چی عنوان ها با چی ایج با زبان ما جور نمه که ما بگوییم که چی رقم شکنجه داد. اول پدر من دستگیر گرد، من بچه خرد بودم، تقریبا 10 ساله 12 ساله بچه بودم، در دوکان بودیم. آمد جیفا و بسیار وضع خراب، پدر من دستگیر کردم. دکان ما در چندول انتیک فروشی بود، اونا را دستگیر کردن. من هم خرد بودم، هرچی که گریان و واویلا کردم دیگه دقم ما نشدن، دکان هم ایلا کردن. پدر ما بود، فقط پدر ما سونه ما یک اشاره کردم مطور که چپ باشی. او فکر میکرد من چیزی میگم، مگر من چیزی هم نگفتم، از من کس سوال هم نکرد. و زمانی که پدر ما بردن دکان مانده مطور، برادر ما خواستم از خانه، اونا آمدن دکان را قایم کردن. بعد از قایم کردن دکان 2 روز یا 3 روز بعد آمدن دکان را باز کردن، چیزی که مال اموالش بود، مالای انتیک بود، تمامش ضبط کردن. و بالاخره پدرم گم بود، تقریبا 6 ماه الی 7 ماه گم بود. ما هرچی لباس در صدارت می بردیم پیدا نمی شد. بالاخره پیدایش کردیم، لباسایش گرفتن، گفتنی محکوم به اعدام است، باید اعدام شوید. دیگه بعد از اینکه محکوم به اعدام شد بازم بسیار دیر گم شد. بعد از بسیار وقت 2 سال بعد یا 1.5 سال بعد پیدایش کردیم. پل چرخی تقریبا ما 15 در 15 لباس می بردیم برش، با بسیار مشکلات لباسایش می گرفتن و بسیار مشکل. از صبح که ما می رفتیم خرد بچه‌مون بودیم تا دیگر ما الک یک جور لباس تسلیم می کردیم و بسیار با خوشحالی می آمدیم خانه که ما لباسا رو دادیم و لباسای چرکش آوردیم. همی تقریبا 6 سال زندان ماند. بعد از 6 سال در جنگ بامیان یکی از جمله چند تا اسیرای کلانای کمانسا بود، اونا را مجاهدین اسیر گرفتن. بعد از اینکه اسیر گرفتن اونا را، پدر من را مجاهدین تبادله کرد، که همی اسیرا تبادله کرد. تبادلهشون هم در میدان شهر شد که پدر من یک پیچکاری کرده بودن. زمانی که ای آزاد شد 3 ماه زنده ماند، بعد از 3 ماه شهید شد، خودش همونجا فوت شد در طرف میدان. یک برادرم از ابراهیم آخوندزاده 18 ساله بود زندان شد. بعد از اینکه زندان شد، اول آخه عسکر بود، از عسکری بالاخره مخور بود، از مخور و بسیار اطلاعات پیدایش کردن که در مخور عسکر است. همون وقت زمان ها تلاشی می بود، خودش هم عسکر نجد، تلاشی برده بودشه. از مخور پیدایش کردن، از مخور هلیکوپتر گرفتن و رفتن ایره به زندان آوردن. تحقیقات و بالاخره لباس مباسشه هیچ نگرفتن، یک بار یا دو بار گرفتن در مؤخرا که ما خبر هم نبودیم که این محکوم به اعدامه. و 1 سال یا 1.5 سال که پدر ما زندان بود، 1.5 سال بعد در تلویزیون نشانش داد که ابراهیم محکوم به اعدام است، اعدام میشه نظر به این ترورایی که کردن. و بالاخره ما دیگه نفهمیدیم که در کجا شهیدش کردن، چی رقم شد. پدرم هم زندان بود، اما رفیقایی که پدرم زندان بود قصه میکنن
میگه پدرت وقتی که اعلان کرد در تلویزیون، به زندان هم تلویزیون بود، میگه اعلان کرد پدرت از این سر ونگ در این سر ونگ میره، بسیار به یک وضع خراب و صدا میکرد که این بچه‌م فدای اسلام، بچهای دیگه ایمون فدای اسلام، بکشین هر رقم که یاد دارین، مرام بهین بکشین. او برادر ما در زندان شهید کردن. برادر سوم ما محمد هاشم آخوندزاده شهید که چندین دوره زندان شد، هر دوره‌ای که زندان میشد یک سال یک و نیم سال قید میبرم مسرش، باز آزاد میشد، باز میامد یک کار چریکی بر علیه کمونیستان میکرد. بالاخره دوره سوم بود یا چهارم بود که زندان شد، من خودم که یک جای زندان شدم، دستگیر شدم، من زودتر آزاد شدم، اونا محکوم به اعدام شدن. بعد از اینکه یک مدت طی شد محکوم به اعدام بود که حکومت کمونیستی لین سقوط کرد و برادر ما در اون سقوط کمونیستا آزاد شد. و آزادی از او که برآمد از زندان در زمانی که مجاهدین بود، اینا در همین شهر کابل به شهادت رسید از به طریق همین کمونیستا. پدر ما کسی بود که یک عمر تا زنده بود تکیه‌دار بود. از جمله تکیه‌داری همه مردم بایش وابسته بود، همه میشناختش، مرد مجاهد، مرد مسلمان، مرد با افتخار، مردی بود که همه دوستش داشت. هر وقتی که میخواست فقط بر علیه کمونستان میگفت، ما را میگفت که همه ایتون فدای اسلام برین، بچیم هر کاری که میگن در صف جهاد گرد شوید، جهاد کنین، کلتان از طرف ما فدای اسلام هستین. و دیگر پدرم کسی بود که آدم مؤمنی بود، آدم غریب پرور بود، آدمی بود که دست یک بیچاره و مسکین رو دائم گرفته بود. و بالاخره در دوره کمونستا که زندان شد، دیگه ما هم خورد بچه بودیم، بسیار دیو زندان بود، بعض از زندان هم که خلاص شد که شهید شد. و برادرم ابراهیم که شهید شد 18 ساله بود، چون در هیچ قانون 18 ساله محکوم به اعدام نمیشد، چون کمونیستا دین نداشتن، اینا خود از اینا بیدین بودن. ای برادر ما به سن 18 سالگی به محکوم به اعدام کردن. و خود ما، فامیل ما، همه مرد و زن، دوری بود که ما زندان شدیم. حتی یک برادرم فعلا هم زنده است که در قنداق بود، اما قنداقی هم زندان شد. به همه مجاهدین معلومه، به همه مردم معلومه که گپ دروغ و درم نیست، حتی طفل قنداقی ما بندی شد. و برادر ماشم بسیار یک بچه مؤمن بود، بسیار بچه خوب بود. زمانی که مجاهد هم بود، تمام مجاهدینی که بود هم دوستش داشت، در خلاف دست نزده بود، در دوزی دست نزده بود. از اون مجاهدایی نبود که مجاهد نماهایی که فعلا هستن، و از اون مجاهدین نبود، مجاهدی واقعی بود. و خدا شهادت قسمتش کرد، شهید شد. شکنجه ها رقم رقم شکنجه ها بود که ما همون کلکای پدرم وقتی که تبادله شد یا در ملاقاتش پسانا که می رفتیم، همین کلکاش قاد قاد بود، یک کشیسو شکسته بود، یک کشیسو همون تو کج مانده بود، کل کلکاش شکستانده بودن، دندان برشان نمون، دندان می کشیدن، ناخونه که انبور می کشیدن. و کسی که می گفت خدا، می گفت حالا خدایت بیای ما را خلاص کنه، شما را خلاص کنه، چی رقم خدا دارین، بیای خدایت خلاصتان کنه. شکنجه هایی بود که در زبان ما هیچ نمیه که بوتل استعمال میکردن، نمیدانم بسیار کارا میکردن. من خودم که زندان بودم، مرا بسیار شکنجه های سخت دادن، برق بسته میکردن، پایای ما را بسته میکرد، دستای ما بسته، تکی تر در ناخونای ما بسته میکرد و لینا را بسته میکرد، دستای ما بسته، میگفت بگو. زمانی که نمیگفتیم فشار میداد برق که اندلکی بود، کندل میکرد، اما که ما اسم میکردم که فقط در فرق استادستم. وقتی که اعلام میکرد در زمین میخوردم، دیگه نمیفهمیدم که باز میگفت بگو، میگفتم من خود چیزی کار نیستم. و الحمدلله همه قدر شکرگزار هستم از خدا که نه خودم، نه پدرم، نه برادرایم تا امروز اعتراف هم نکرده، کسی را دگیر هم ندادیم و شکنجه های بسیار زیاد دیدیم.
اصلا مجاهد بودیم، از جمله مجاهدین حرکت اسلامی بودیم. زمانی که مرا دستگیر کرد بامی برادر شهیدم هاشم، یک جای دستگیر شدیم و زمانی که دستگیر شدیم بردن ما را زندان. مرا زمانی که دمی دالیز ششدرک کد برادرم یک جای شدم، امی برادرم سینما امی ترکت ما چون سند ما خام بود یا کمک سر ما خام بود میگفت اعتراف نکنه. خب او یک چند قفاق زد، گفت چی گفتی؟ گفت ما چیز نگفتم. گفت چی میشناسی؟ ما گفتم ما. او گفت نمیشناسم. امی که گفت نمیشناسم، مام دیگه ما کم کردیم خود، گفتم نمیشناسم. تا بالاخره که بسیار شکنجه داد گفتی هاشم برادرت هم، ما گفتم نه اصلا ما نمیشناسم. خب خلاصه شکنجه برق بود، خشت سر پای ما میمان، شب تا به صبح استاد میکرد، یک پای استاد، یک نفر سر ما استاد بود و یک خشت هم در سر پای ما ماندگی کرد، همی لغت میزد، میگو بگو. باز هم که نمیگفتیم، باز دمی استادکایی دو شب و سه شب بدرخوی رو میکشیدیم، بالاخره که مفتادیم در زمین، باز کرد لغت میزد میخستان. الحمدلله الحمدلله چیز ما نگفتیم، چون از این ما که زندان شدیم یک سه چهار تا دوستای ما از همسینفی های مکتب ما بود، آمدن پیش خانه که باش اسماعیل چی شد، چرا مکتب نمیه. یکیش از جمله می برادر ما بود که آمدن اینا رو از پیش دروازه گرفتن، گرچه اینا در مجاهد و در این چیزا دست نداشتن، اما چون که ما اعتبار داشت چهار نفر از رفیقای همسینفی های ما رو هم بردن. تقریبا 40 روز اینا بندی ما زیر شکنجه مان، اینا رو هم بسیار شکنجه داد، بالاخره اینا آزاد شدن. و شکنجه ای میداد که من خودم بالاخره که برق میداد تا از اون جای تحقیقگاه اینا تا اتاق ما که میرفتم تا در سینه کش میرفتم، دیگه کش خود استاد نمیتونستم، اما تا در روی سینه کش کده میرفتم و اینا که لغت زده میرفت، میگو بگو نه حالا که مجاهد هستی، حالا بیای خدایت خلاصت کنه، چی رقم خدا داری؟ بگو نه که خلاصت کنه. اما ما میگوستیم انشاءالله که خلاص میشیم، انشاءالله مجاهدین پیروز میشه. من تقریبا سه دوره زندان شدم. دوره اول خرد بچه بودم که کمانستا آمد با ما خانه ما رو محاصره کرد. بعد از اینکه محاصره کرد برادرم در خانه خواب بود، اینا بسیار زود خیستن جای رو جمع کردن و از رای با ما فرار کردن. از یک طرف بام آزاد مانده بود چون اینا غافل آمده بود، کمانستا سه طرف گرفته بودن. از این طرفی که اینا فرار کردن، امی کمانستا سر ما صدا میکرد که تیز زینه رو بیار. و تا من سعی کردم که اینا باید فرار کنم از زینه رو ببرم، خرد بچه هم بودم، بازم زینه رو بسیار تال داده بردم تا رساندم اینجا. سر من مرمی تیر کرد، گفت تیز برسان. خب رساندم، از زینه رو کمی پایین شد، من رو بسیار مشت و لغز زده خرد بچه هم بودم. از خانه ما تا باغ قاضی یک اوزی خاط بود، اوزی اول خاط میگفتن، تا اینجا من رو فوتبال کرد اینا بردم. چرا؟ او دوگاهش میگفت چی گناه کرده؟ میگفت کسی هست که زینا رو به من زود نرسانده بود، اگه زینا رو زود میرسند ما اینا رو میگرفتیم. ای از اونا که بدتر است، یا طفل خرد از اینا هم دشمن کمونیست است، دشمن حزب است، بدر ای زینا رو ناوقتر رسانده ما ای رو به این خاطر میزنیم. باز من اونجا بردن در این اوزه اول، بسیار زیاد شکنجه دادن. از شام تا به صبح پایای ملوچ در سر برف استاد کده بود، هر کدامش هم سر راه بودم، هر کدامش که میامد تیر میشد بسیار قفاق قایم میزد مرا، تا زمانی که صبح شد. صبح که شد بالاخره یکی از مردم های بزرگای چندول پیدا شد، مرا از پیش از اونها آزاد کرد. و دوره دومی که مرا بردن در ششدرک بردن، بسیار شکنجه دادن. ما خودم که در ششدرک زندان بودم، پل چرخی نرفتیم و پدرم اینا که پل چرخی بود ما میشنیدیم، پدرم اینا قصه میکردن در ملاقات که میرفتیم، میگفتن یک تعداد مردم را که شبانه میکشیدن، چشمایشان را بسته میکرد، دستایشان بسته میبردن بیرون پیلگون، یک صدای ضربه میامد دیگه ما نمیفهمیدیم. حالا که پرسان میکنیم از بزرگای کسای زندان بودن، میگه یک جمله نفر بسیار که مجاهدین قماندانا و کلانا می بود، اینا رو نگاه میکردن تا سال برژنف، تا سال برژنف نگاه میکردن. تقریبا سال برژنف که میشد بازدمی پیلگونا رو چقر میکردن، به نام از این که سالگرد برژنف است، 100 نفر 200 نفر الی 300 نفر
اینا می بردن در این پیلگون با افتخاری که سال برژنف شده این مجاهدین به شهادت می رسندن. گفتم که ما دمی یک لنگه استاد ما میکردن و خشت سر پای ما میماندن. هر نفر از اینا یک ساعت پیره بودن، بعد از یک ساعت پیرهشون تبدیل میشد، هر کدامش میامد خشت سر پای ما، یک لنگه ما بالا یک لنگه ما سر خشت ماندگی. همی خشت هم در سر پای ما بود که لغت میزد، هر دوره میخورد باز یک لغت میزد که بگو نمیگی. شجرک یک بسیار یک جای خراب بود، ما دمو دیوالایش که ما دمو اتاقهایی که کتا قلفی بودیم در دیوالایش نشته بود و شهید فلانی ما میرم نشته کرده بود که فردا نوبت شهادت ماست. و بچه هایی را ما دیدیم که همونجا دستگیر شده بودن، دو تا از برادرای حرکت اسلامی بود، هر کدامشان بچه های مجاهد بود و تفنگچه گیر آمده بود پیششان، یکیش حاجی اسماعیل بود یکیش شمس بود. اینا سرازی تفنگچه او میگفت فزمه است، او میگفت فزمه است. بالاخره کمانستا ایران مونده بود که از کدام عزیز میگفت یه از هر کسی که باشه اعدام میشه. اما میگفت من اینمی تفنگچه از بس من شهادت میخوایم، من میخوایم شهید شه و اینمی از من مرا شهید کنین، مرا بکشین. حتی بندواز کشتن نبودن، اونا کلشان افتخارانه شهید میشدن. همین برادرم که شهید هاشم بود در شجرک یک جایی بودیم، پالوی اتاق ما وزی پالو در پالو باورده بودیم، چون که میگفت باش صدا یکی دیگر رو بشنون. این شکنجه میداد، میگفت چی کارا کردیم؟ میگفت ما بسیار ترور کردیم، ما بسیار عروس کشتیم، ما بسیار کمانس کشتیم. میگفت این نفرهایی را که تو گرفتی اینا بیگناه است، کل گناه از ماست، همه چیزا از ماست، چیزایی گیر آمده بود تفنگچه و مهمات. میگفت کلش از ماست، مرا تیزتر اگر مرد هستین، اگر بچه لیلند هستین، شما خود کمانست میگیرین، بگیرین مرا بکشین، ما شهادت افتخارم هست. همین روزا رو زیاد دیدیم دیگه. در شجرک کتاب و لباسی چیزایی هیچ اصلا نمیموند. در خود زندان پل چرخی ما با بسیار با مشکل کتاب می بردیم برای پدرم، برادرایم دیگه می جایدین، کتاب با بسیار پت و پنهان می رساندیم. اونا یک کسایی ما دیدیم که از خود منطقه ما زندان شد، اصلا هیچ سواد نداشت. از زندان که برآمد قرآن خوان بود، بسیار آدم باسواد، بسیار آدم فعال. اونجا یک مکتب دیگه جور شده بود، یک مکتب اسلامی دیگه، که چون همی پدر ما چندین بار از خود زندان جزا داد که تو کسی هستی که در خود زندان میخوایی برادر جبه جور کنی، اما پدرم بازم میگم نه من جبه جور نمی کنم، ما خود برادر زندانی هستیم، بالاخره عقل داریم که دو سخن گپ بزنیم. و از دستی که نشد که هیچ نمیشد، کتاب و ترایشان هم قید میکردن. بازم پدر من کته همی همدستایشان اینا را در دان تشناب میگفت، یک جایی بود خود پدرم قصه میکرد که در دان تشناب که در روز 300 نفر در تشناب میرفت و میامد اونجا، تر همی چند سال را در دان تشناب جای ازی بود، از اینجا دیگر جای انتقالش نمیداد. همی چند نفری که از برادرهای ما بود اینا کلشون در دان تشناب به بسیار یک وضعیت خراب زندگی میکردن. بازم سر از او همه ایش میگفت افتخار با ما که هر کاری کنین ما مجاهد هستیم، ما شهادت میخواییم. از ما همه دو تا برادرم، پدرم و دو تا یازنایم همهشون بندی شد. بعد از اینا که اینا بندی شد دیگه در فامیل ما کسی نموند، یک من موندم که من خرد بچه بودم، یک برادرم بود که اونا در قنداق بود. باز هم آمدن خانه رو محاصره کردن، همه سیاسر، زن، مردشان هم که کلانشان من بودم، همی طفل قنداقی رو در ریاست پنجی سابق دالمان بود، همینجا بردن تقریبا 5-6 روز اینجا زندانی شدن. اما والده مال خدا رحمتش کنه فوت شده، بسیار شکنجه دید، والده ما بسیار شکنجه داده بود، همشیرهای ما بسیار شکنجه داده بود و خود من بسیار شکنجه میداد، خرد بچه هم بودم. اما به فضل خدا چیز نگفتم، همین گپ همین که حتی طفل قنداقی ما زندان شد، اینا به حال یک طفل قنداقی هم رحم نکردن. اینا این کمونستای بیدینی که اصلا دین نداشتن.
ما در شجدرک که بودیم کس را اجازه نمیداد برای ملاقات. همین مدتی که ما بودیم هیچ کس از ما ملاقات نمیکرد. کالای زندانی علایده بودی، لباسای خود ما نبود، یک لباسای بسیار خرابه که تنبانش لاستیکی بود و پیرانش هم نیم قوله بود که زمانی که میخواست برای جزا و شکنجه ببره همین لباسا برای از اونا بسیار آسان بود. و ما خودم ورزشکار بودیم، یک وقت همین نانچکوی ما را گرفته بود از خانه ما. آورد گفت چیست؟ ما گفتم من نمیشناسم چی است. گفت نانچکو از تو نیست مگم؟ ما گفتم نه. یک پوش پشتی ما را از خانه کشیده بود، در بین شبنامه و مواد منفجره تراز خانه ما دستگیر شده بود. این آورد گفت این را میشناسی؟ ما گفتم بله میشناسم. گفت چی است؟ گفت گفتم یک خلطه است. گفت نه خلطه نیستی، پوش پشتی خانه شماست، خانه تان کجاست؟ ما تا از خانه خود منکر شده بودم، گفتم ما خانه ما ندیدیم. هر قدر شکنجه داد گفت خانه، ما گفتم خانه ما ندیدیم. ما یک چند مدت رفتیم یک جایی پس آمدم خانه ما نیست. و همین شکنجه ها را زیاد دیدیم. خلاصه در زندان همین بامی نانچکوی خودم آنقدر خودم مزد، آنقدر زدیم که گفت تو باش که ورزشکار هستی، من تو را ورزشکار بشناسانم. و همین بوتای عسکری بسیار نوکاینی، یکی از همین لینای بیدینای کمانز داشت، بسیار بوتایش دم نوکش، بوتای نوکش آین بود. و ما را کمیت شانده بود، دستایم بسته در این بندای پای میزد که در بوتا میگو بگونه که خدایت خلاصت کنه. آنه تو چی رقم کنه؟ میگه خدا. آره بگو که خدایت خلاصت کنه. خلاصه شکنجه بسیار زیاد دادن ما را. اینا میترسید که اینا بسیار مردم های هستن، مجاهد هستن، دیندار هستن، بندواز کشته شدن نیستن. همه ایشان میخواهی که شهید شد، فقط مرامشان شهید شدن بود. از امی میترسیدن که اینا این بیدینا بالاخره سقوط میکنن، شکست میخورن، از دست عظیم مجاهدین شکست میخورن. امی بود که مردم با هر عنوان که میخواست بده شکنجه میداد و تهدید میکرد که بالاخره ناکام نمانن. و فضل خدا و مرحمت خدا که امروز ناکام هم ماندن، رویسی ها و شرمندام شدن. ما خودم کدی برادرم بودم، از طرف سنگلاخ آمدیم، یک مقدار پول گرفته بودیم که بیاییم یک موتر بخریم اینجا و این موتر چریکی کار کنیم. از ما کارهای ما چریکی شهری بود، میخواستیم که موتر بخریم. دمی کارتی پروان این موتر فروشی ها بود، امینجا آمد و موترها استاد شد، ما را خلاصه دستگیر کرد. اول برادر ما دستگیر کرد، بعدا ما گفتیم شاید ما را نشناخته، خوب بود دستایش بسته کرد بردن. و زمانی که بود در موتر شاندن، کسی در جاسوسی بود در بین موتر که ما نشناختیم، او از موتر گفت او دو تای دگام است. آمد فورا نفرات دو نفر، چهار نفر دگام آمد، دو نفر او را گرفت، دو نفر ما را گرفت، چشمای ما را بسته کرد، دستای ما را بسته کرد و برد و خلاصه زندان شدیم. مدت زندان ما شش ماه زندان موندیم در شجدرک. بعد از شش ماه از ما را بسیار چیز کردن که ما چون عسکری دارم در قندار کرده بودم، قندار زنگ زدن که عسکری کرده، گفت بله ای عسکری کرده. و می خاطر اینا یک ذره اعتمادشان پخته شد که ایره باید اعلام کنیم، اون چیزی هم از ما اعتراف نگرفته بودم. ما را به عنوان از اعلام کرد که تو با ما هم کاری کن. ما چی هم کاری کنم که شما؟ گفت برو دکتر نجیب در شهر کابل دو بزن، زن و فرزند دو بزن، هر کی که دو زد تو بازی نمی نمره رو بگی به ما زنگ، ما میموره میگیریم. و دوم دیگه یک آدم اگر بم مانده یک جای تو ببینی برای ما نمیگی، چون ما دیدیم که خود زندان هستیم. گفتیم چرا؟ اگر ببینیم میگیم. خب خلاصه یک تعهد از ما گرفت که تو باید با ما هم کار باشی. و ما پلان خود وقت گرفتیم، گفتیم یک دفعه از پیش شما ما برایم باز گپ میزنیم. یکی تعهد ما را گرفت، ما گفتیم درست همکاری میکنم که شما. بالاخره کمی بر آمدم و بانی از این که ما اینا را هم گفتم که ما ورزشکار هستم، ورزشگاه ما در طرف اوشار هست، ما باید اونجا صبح کی وقت برم. گفت آزاد هستی ورزش ما. میفهمیدم که اینا 24 ساعت خانه ما زیر تعقیب هست. زمانی که بایک در پشت بایسکل ماندم و رفتم سوی اوشار، منظور ورزش نبود، منظور همین بود که من از چنگ از اینا فرار کنم. همی بایسکل سوار شدم راست رفتم پغمان. پغمان از مجاهدین ما بود، همونجا پیش از اونا خود رساندم. کنام یک دو سه تا پوست های از این دوستمی های
کمانستار دستگیر کرده بودن. ما که رفتیم بسیار خوشحالی کردن، گفت چی شد دیگرها؟ ما گفتم دیگه آخو زندان مون، من این خلاص شدم. گفتن بیا که ما برای شما بدن از این چیزها را گرفتیم، دوستمی هایی که جنایتکار ها بودن. اینا را گرفته بودن، ما را گفت اینی تو میدونی؟ حالا اینا ما گفتم من نه حالا میکشم اینا را، نه لد میکنم، چون ما خودم زندان بودیم، حالا ما کار ندارم، خودتان هر کاری که میکنین. بالاخره آزاد شدم و رفتم از رای پغمان سنگلاخت و بالاخره پس در جهاد بدر ادامه دادم. بله یک دوره که برادرم آمدن بردن، همین شهید هاشم، گفتم سه دوره زندان. یک دوره که بردن این برادرم، خانه همسایه ما، خانه میر ابراهیم آقا، بسیار مردم معلوم مشهور رو میشناسن، اونجا رب به بین بچه های از اینا خدا پت کرد که باش من دمی جمع ازی برم. خب بالاخره از اونجا مورد رفتن پیدا کردن، نمیفهم کسی راپورت داد که در بین از این هاست، مورد گرفتن و ما دمی سر بام چند تا بچه های خود بودیم، فامیل ما اینا کل ما گریان و چیغ میزدیم که بلیاز خدا گیر الاکو. دیدیم که الان نمیته، هر چی که بازم دو میزدیم میره که ای کمانستان، ای دینتان، ای لیلندتان. خلاصه یه چیزی یا چیندم، بالاخره برادرم بسیار خلقش تنگ شد، همین شهید هاشم خیس ساد شد، دادم روی از اینا، گفت اگر تو کمانست هستی واقعا که میگی من کمانست جان فدا هستم و چیستم، گفت اگر بچه لیلند هستی خب بگی مرده که من بفهم که من تو کمانست چی رقم کمانست هستی، گفت من صد تایی تو را کشتیم، بگی مرا بکش. اما اونا تفنگچه را کشید، مرمی تیر کرد، بسیار آزادانه همه تیر استاد شد، گفت بکش مرا بزن، ما شهادت را میخواییم. اما بازم اونا دل نکرد و نزد، از پیش ما برد تا آخر کوچه را ما گریان کرده و چیخ زده رفتیم، اما چیزی بدر نخورد. زمانی که ما مجاهد بودیم این گپا نبود که این حزب اسلامی است، این اتحاد اسلامی است، این حزب وحدت است، این حرکت اسلامی است. اما اگه یک سنگر خوابیده بود یک رقم جنگ میکرد، هر رقم کمکی که از روخ یکی دیگه میامد، این گپا اصلا مطرح نبود که این سنی است، این شیعه است، این جنگی است، این چی کار است. خلاصه کل مجاهدین کلشان برادر بود، بسیار برادروار میجنگیدن، بسیار با مو عقیده خاص کامل دم جواد که بودن، از برادرای پشتون بود، برادرای تاجک بود، برادرای هزاره بود، همه گروه و همه مردم و همه مذهب ها یک جایی بودن. ای که حالا ازبازی بود مگم بازم در صف جهاد و در صف سنگر که می آمدن همه ایشان برادروار جنگ میکردن، بسیار با یک عقیده خاص و کامل سعی میکردیم. او میگفت من زودتر پیش میرم من شهید شوم، او مجاهد میگفت بار من میرم من شهید شوم، کلشان عاشق شهادت بودن. پیام ما امیز به مجاهدین، به رهبرا که فعلا این کمانستا سر قدرت است، در هر دفتر و در هر ریاست که بری ببینی کمانست است، از این مجاهدینی که خون از این ملت ریخت و شهید شد و زدن، امروز این مجاهدین نماهایی که فعلا خود مجاهد میگیرن، اینا چرا اجازه دادن که این کمانستا بازم سر قدرت شود؟ چرا سعی میکنن که عکسای نجیب، سالگیری نجیب در شهر کابل گرفته میشه؟ آیا شما در علیه نجیب جهاد نکردین؟ شما در علیه از این کمانستا چقدر مردم شهید شد؟ امروز شما مجاهدین رهبرای کلانا رو میگم، چرا شما برادر اقدام نمیکنین؟ چرا این مجاهدین خوار و ذلیل و بیچاره شده میره و کمانستا سر قدرت شده میره؟ ما میره برای همه مجاهدین میگم، همه رهبرا میگم، بلیاز خدا شما اگر غیرت دارین، اگر انسان هستین، خوب سر از این مجاهدینتان نکنین ظلم. چرا ما از این شهدا پرسان نمیکنین؟ چرا این فامیل شهدا در بدر و بیچاره هستن؟ چرا این کمانستا امروز سر قدرت هستن؟ نام از مجاهد است اما امروز حکومت از کمانست است. چرا اینا رو جلوگیری نمیکنین؟ هر جای شهر که بودی عکس نجیب نشسته است، میگه شهید نجیب، و بسیار مردم ها میگه خدا بیامرزه نجیبه، چرا شما جلوگیری نمیکنین؟ تهیه شده در تلویزیون نور.